عرضها السماوات والأرض. خو نه زمونږ دومره وکه او اختیار نه، ټول وک اختیار ټول د پاکستان یعنی. در اینجا یک چوب زدگی بوده و حلقه دار بوده. زمانی که ظاهر داعش زور کرده، هیچ حمله را حقانی شبکه حقانی بر دوش نگرفت. نابودی داعش تکفیری بلند سلام او که می تفلو 11 ساله خودتان بگوید چی گناه داشتان. یاد رای برای کشتن، مادر برای کشتن ولی یاد خدا. تا ما تضمین از پاکستان نداشته باشیم جنگ در افغانستان دوام میکنه، نامش رو فرق کنه. استراتژیست های داعش به این باور بودند که شما به هر پیمانه‌ای که مردم بیشتر بترسانین به همو پیمانه مقاومت در برابرتان کمتر میشه. یعنی اینمی حملات تارگیتشان منابعشان لشکر طیبه تهیه کردن، تسهیل و حمله را خود حقانی انجام دادن، باز و مسئولیتش را داعش پذیرفت. حمله های داعش شاخه خراسان این پرسش ها را به گونه جدی مطرح ساختند که این گروه در افغانستان چه هدف هایی را دنبال می کند؟ آیا واقعا این گروه با داعش عراق و شام پیوند دارد؟ نخستین نشانه های شاخه خراسان داعش در افغانستان از روستای پیخه در ولسوالی چین ننگرهار آغاز شد. و برای نخستین بار پرچم داعش در افغانستان در میانه های سال 1393 هجری خورشیدی بر فراز همین خانه در شرق کشور برافراشته شد. لومړی پیچی دلته داعش راغی، نو کډوالو کډ ورسره وی، نو دوی په دې نام باندې راغلی چې موږ تحریک طالبان یو او پاکستان او موږ ماجر یو. دلته تاسو موږ له کورونه راکړی، نو دلته خلکو ډیرو خلکو ورله کورونه ورکړه او دلته بیا موږ سره استوګن شو په پیښه کې. سوی چې دوی پوه شو، باوري شو چې موږ ځواکمن شو او دلته نفوس هم زیات شو. دلته دغه ونه چې ګورئ په دې کې د خلافت تور بیرغ وزړېده او د دې کلي نه د خلافت اعلان شو. جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی از بخشای آرکزای پاکستان به رهبری حافظ سعید به شرق کشور آمده بودند. باشندگان این بخش میگویند که شمارشان در نخست بیش از 100 تن بود، اما روند سربازگیری را از همین جا و به سرعت آغاز کردند. د کلی خلک هم راغون شوي و د بیرغ نندارې ته راغونډې ده چې داعش سره کم بیرغ ده، سره کم خلک دي. خلک خو همغه و، خو د نامه سره خلکو ته یو تفاوت پکې ښکاره شو چې سره کم خلک دي. ټول شینواري کې دغه لړۍ پسې غځېده، بیعتونه جاري و، خلک راتله د لرې پرتو سیمو نه، لرې ولایتونو نه راتله. د خلافت والي اپی سید هغه په دېز پاسونو مې راته، او سره به دوه درې ملګري نور هم و، په داس به هلته به ګرځېده. موږ په خپلو سترګو لیدلی دلته و.
دکتر خالد با ده‌ها قصه نگفته یکی از پزشکان محلی در چین ننگرهار است که برای درمان جنگجویان داعش به مخفی ترین بخش های زیر اداره این گروه رفت و آمد داشت. ابتدایی تداوی از من پا دیولست که پاگر تیم که زو ما یا دو دری کسانور داسی اسیستن دکترانو بس من تا براغل داغ عادی بیماری باوی بس منگ الاجون رو تکره چه بیا بس منگ دو واسی بحر و بس دوی باتر پاکستان طرف تا بدلن. مانند مرکز بهداشتی دکتر خالد، اکنون بسیاری از خانه ها در چین به ویرانه مبدل شدند. جان نیکلسون، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان، باور داشت که 70% جنگجویان داعش در افغانستان شهروندان پاکستان و بیشترشان از قوم اورگزایی هستند و 30% دیگر آنان شهروندان کشورهای آسیای میانه و یا هم جنگجویان پیشین گروه طالبان بودند. طول مشتران از من پاکستانی و وزده این در عمر ندری سال ویخ کاله ما اسی پا وزیفه چکیده به اجمال غط وزیفه را کرده و سعیده کن خون از منگ دوم را وکا و اختیارم نو طول وک اختیار طول در پاکستانی یعنی. اصلی هم طول در اغوی و پی اسی منگ لطول اغوی را کودی. جالب است در نخست باشندگان محل به این دیدگاه بودند که این جنگجویان داعش پشتیبانی حکومت افغانستان را هم دارند. پلمړیو کې خلک دې ته ډیر خوشبینو چې دا خلک د دولت ملاتړ خلک دي، ښه خلک دي. دلته اردو سربازان پلمړیو کې راتله، بیا وروسته چې شو ورځ تر بلې باندې دوی هغه خپل کویداد چې و دا یې سختوله او خلکو ته مشکل پیدا کېده. ډیر خلک د دې د وجې نه دې سیمې نه کډه شو په ګوډوکو او په ډاکه کې پراته و. بیا دو سال پس از آغاز فعالیت‌های داعش در ننگرهار، گروهی زیر نام داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال کشور نیز فعالیت‌هایش را آغاز کرد و پس آن‌تر به پایگاه مهم این گروه در شمال مبدل شد، ولسوالی که اکنون از سوی طالبان اداره می‌شود. این یکی از زندان‌های مستحکم داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بوده، جایی که دل کوه را سراخ کردن و جایی را انتخاب کردن که هم از حمله های هوایی و زمینی در امان بانند. و این در واقع جایی است که در این جای چوب زدگی بوده و حلقه دار بوده و این در اینجا کسایی را که محکوم به سزای اعدام بوده در اینجا مجازات می شده و این همونطور ادامه داره تا به این قسمت ها که دیده میشه که به زندانیا تشنابه به خاطر شستن جانشان بوده و سلسله کندن کوها را ادامه داده تا ای که از همین را مکمل به روستا وصل شده بود. ما اینجا 4 ماه بنده بودیم. مردم ها را اینجا میارد میکشت، مردم ها را روزان میکرد. اینجا تشنام آمردم در نمو بود، یک هواکشی بود که یک غلبایی تو ماندگی بود دیگه. اینجا کسر کسی دیدم نمیتونست، پستان کدن نمیتونست، یک کسر نمیدیدم. یعنی مقصد یک بحانه را میکرد، تو راپر میبری، تو جاسوس هستی، یک بحانه را میکرد، میاردی نمونجه تخته میکرد. یعنی ما دور پره متران هستیم، خودم دور پره، نی امنیتی را میپمم، نی جاسوس را میپمم. امر میکرد که نمون چیز بیار، اگر نمیاردی نمون جوارده تخته میکرد خلاص. ولسوالی درزاب در شمال کشور و ولسوالی چین در شرق افغانستان مهمترین پایگاه های داعش شاخه خراسان در افغانستان بودند. ان الله قوي عزيز ومجالده اعداء الله. داعش شاخه خراسان یک سال پس از ایجاد داعش عراق و شام به رهبری ابوبکر البغدادی ایجاد شد. الله اكبر
ولله الحمد. از عملکردهای خشن داعش در عراق و سوریه تقلید کرد و زیر پرچم سیاه این گروه در افغانستان فعالیت‌هایش را آغاز. استراتژیست های داعش به این باور بودند که شما به هر پیمانه که مردم بیشتر بترسانین به همو پیمانه مقاومت در برابرتان کمتر میشه. یعنی قتلای بسیار فجیر که را انداختن، انفجاراتی که در مساجد انجام دادن، سربریدن ها، در دادن مردم، تمام اینا به یک هدف صورت میگیره تا شما هرچی میتونین مردم بیشتر بترسانین تا مقاومت در برابرتان کمتر شود. این استراتژی در افغانستان هم تطبیق میشه. شما اگر استراتژیست های داعش مثلا از ابو حمزه المهاجر، از ابو علی، ابو مصعب زرقاوی، وقتی اینا را ردگیری میکنین، اینا در یه حوزه کتاب مینویسن، یعنی کتاب های خلق حد اکثری وحشت و توجیه دینی خلق حد اکثری. داعش شاخه خراسان هم از راهکار مشابه داعش عراق و شام در افغانستان کار گرفتن. تنها چند ماه پس از اعلام موجودیت داعش شاخه خراسان در چین ننگرهار، بیرون شدن زنها از خانه هایشان در این روستا جرم دانسته شد. این گروه در تصویرهایی که پسان پخش شدند، 10 باشنده ولسوالی چین را با چشمان بسته بر مواد منفجره نشاندند و آنان را منفجر ساختند. پخش این تصویرها هراس از کارنامه های این گروه را از ننگرهار به بیرون برد. باور از این نمیکردم که یک تهدید کلان در افغانستان شده میتونه. اکنون پرسشی که مطرح میشود این است که داعش شاخه خراسان کیست و چگونه ایجاد شد؟ The Islamic State of Khorasan is a mystery. داعش شاخه خراسان یک معما است. این گروه زاده افراد ناراضی تحریک طالبان پاکستانی است که با شبکه سراج الدین حقانی که در بیرون از میرانشاه فعالیت میکرد رابطه بسیار نزدیک داشتند. اینکه آیا داعش شاخه خراسان با سازمانهایی در پاکستان که در گذشته شبکه حقانی را حمایت کردهاند پیوند دارند، بدون شک این احتمال وجود دارد. It is definitely a possibility. ISI Pakistan به شاخه آفیس سعید مراجعه کردن، گفتن که خب شما هیچ جای خلاصی ندارید، نه این طرف ما نمیمانیم، اون طرف بنابرای تفاهمی که با حکومت افغانستان کردیم بالای شما عملات بیشتر میشه، ما برای شما یک پیشکش میکنیم، شما از داعش باید اعلان کنین ما امکاناتی که به دسترستان است درست خود قرار داریم او را بر شما میدیم. تا اکنون داعش شاخه خراسان 10 رهبر و تصمیم گیرنده اش را از دست داده است که بیشتر این رهبرانشان ارکزایی های پاکستان بودند. به تازگی اسلم فاروقی رهبر این گروه که باشنده ارکزای پاکستان است نیز به چنگ نیروهای دولتی افتاده است. پس از بازداشت اسلم فاروقی، اسلام آباد از کابل خواست که این رهبر داعش را به آنان بسپارند. گزارش ها نشان می دهند که در سال 2014 میلادی، هنگامی که شاخه خراسان داعش ایجاد شد، تماس های نخستین را با داعش عراق و شام برقرار کرد. اما هیچ گاه این گروه از سوی داعش عراق و شام جدی گرفته نشد و حتی دستوری هم برای انجام کارهای نگرفته است. No evidence that there is a link except a declaration. The truth is that the concept of oath of allegiance or bayah. شواهدی وجود ندارد که میان آنان پیوندی باشد. تنها یک اعلامیه است. واقعیت این است که مفهومی بیعت این است که یک شخص خودش برود بیعت کند. اما از داعش خراسان هیچ کسی به سوریه نرفته است که بیعت کند. پس تنها آن را اعلام کردند و در سال 2014 نامش را تغییر دادند. از آن زمان تا کنون بیشتر به شیعیان در کویته حمله کردند. یعنی شهری که طالبان افغانی که در افغانستان فعالیت می کنند در آن پایگاه دارند. برای طالبان بسیار مناسب است که شیعیان کشته شوند، اما خودشان مسئولیت نگیرند. پس از آن داعش خراسان در افغانستان حمله های دیگری انجام دادند که تمامیشان به منافع طالبان بودند.
اما طالبان تظاهر کردند که این حمله ها را رد می کنند. حسین احسانی که از بحر پژوهش درباره داعش به عراق، سوریه سفرهایی داشته است و درباره شاخه خراسان گروه داعش نیز پژوهش‌هایی را انجام داده است و این باور است که شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد با داعش عراق و شام پیوندی ندارد. اکنون پرسش اصلی این است، هنگامی که داعش شاخه خراسان از داعش عراق و شام پول و دستور نمیگیرد، پس برای انجام حمله هایش چگونه پول به دست می آورد؟ تحقیقاتی که صورت گرفته، سالانه حدود 200 میلیون دلار آمریکایی از ISI پاکستان به شاخه خراسان داعش افغانستان وصول می شود. یک مقدار پولی را پاکستان به نام داعش اوائل برای می گروپ آف سعید از طریق مدرسه گنج، در گنج یک مدرسه است اونجا به نام شیخ امین الله پول چیز میکردن به این عنوان که این پول از چیز برتان آمده، از سوریه و عراق برای شما آمده، در حالی که پول ایسای پاکستان بود. لکه مالی اول سر که داسی بود چه اول سر که چه وقت داد آقا جور شو کنه پا آقا وقت که روپای دیری بی من بچه بختن آقا چه داد کم زن رازی و چه داد شام نرازی آقا کم تیلپونو کم دیداری و چه آقا سرو روپای براد آقا کلی و چه دیوی روپای ندیر روپای رازی کنه آقا بیاد سم و دا پس بیا آقا روپای ودره دی بیا اکثر طول مصرف زیاد دا زنگلات و نباو. سفارت پاکستان در کابل حاضر نشد که درباره این گفته ها واکنش داشته باشد. درست 1.5 سال از موجودیت این گروه نگذشته بود که با نخستین حمله انتحاری این گروه در کابل، حکومت افغانستان از شدت حمله های زیر نام داعش غافلگیر شد. از آن هنگام تا اکنون گروه داعش مسئولیت بیش از 100 حمله انتحاری و تهاجمی را در افغانستان بر عهده گرفته است و 250 بار با نیروهای دولتی و امریکایی به گونه مستقیم درگیری داشته است. If we look at the list of all the attacks that are attributed to اگر به تمام حمله هایی که از سال 2014 به این سو به شاخه خراسان نسبت داده شده و یا این گروه مسئولیت آن را پذیرفته است ببینیم، در میابیم که بسیاری از آنها به منفعت طالبان انجام شده. طالبان نمیخواستند که مسئولیت این حمله ها را بگیرند، اما از آنها سود بردند. ما از اینکه چه کسی در پس پرده این حمله ها ثبوتی نداریم، اما میدانیم که این حمله ها به گونه ای انجام شدند که پیش از آن شبکه حقانی حمله میکردند. این که آیا شاخه خراسان داعش چهره تازه شبکه حقانی است کاملا احتمال دارد. این ادعا خود کاملا نادرست است. اول ما و داعش هیچ جای ماهنگی و یک دستی نداریم، به خاطر که از روی مفکوره و باورها با هم بسیار دور هستیم. حتی باورهای ما به جنگ رایده، شما دیدیم که ما با هم جنگ کردیم. این صدای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان است که از سالها بدین سو ما همراهش به تماس بودیم و همواره از آدرس طالبان سخن گفته. او میگوید که داعش از سوی حکومت افغانستان پشتیبانی می شود. علاقاتی در اداره کابل
مستقیما به داعش همکاری دارن، آنها رو تمویل میکنن، از آنها حمایت میکنن. یه عملیات کابل هم که انجام میشه به بازوی امو افراد داخلی بدن در بدنه اداره انجام میشه و از طرف خودشان است. این دا که مجاهدین عملات را انجام میده و باز به پای داعش نسبت داده میشه درست نیست. تا سر اغا اصلی داعشان در عراق و سوریه هم او تا سر کنه؟ نه قدلتا نو بعضی چه کسان یو چه در اردن والا چه کسان پشماره یو چه کسان از سال خودتان بگید چی گناه داشت یا 15 سال چی گناه داشت؟ ما امو ظرفیتی که لازم است برای همین حملاتی که در اواخر انجام شد در کابل، این ظرفیت غیر از اینکه در شبکه حقانی ببینیم در کدام شبکه دیگه تا بال نمی‌بینیم. دیگه یک رابطه وجود داره بین استخبارات منطقه و همین گروهی که پسان ادعای از ایره میکنن که همی حمله را اینا انجام دادن و مسئولیتش هم میپذیره. در سالهای اخیر زمانی که داعش ظهور کرده هیچ حمله را حقانی شبکه حقانی بر دوش نگرفت. حالا که دلتا یادوی که در طالب بود دادی تر مابین روابط است و علاقه است از فکر نکوم چی دا خبری دی پا وقت بندی بنا خبری وی چی دادی تر مندی علاقه و روابط وی. از همین جا بود که پس از شدت حمله های زیر نام داعش شاخه خراسان، عملیات های از سوی نیروهای دولتی، نیروهای خارجی و طالبان آغاز شد. پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای امریکا در اچین ننگرهار مهمترین پناهگاه این گروه را در شرق کشور از بین برد. نیروهای ویژه کماندو از 3 سال بدین سو در همکاری نزدیک با نیروهای امریکایی مأمور عملیات در برابر داعش در ننگرهار هستند. از 9 ولسوالی اکنون حضور داعش تنها به 3 روستا در ولسوالی اچین محدود شده است. زمونږ عملیات دغونو تاثیر نه کوچ دغه ته مخک دغه چې موږ دلته تراشو داعش حضور تر اچین ولسوالی ته نږدې شو چې اچین ولسوالی نور تصرف لاندې ونیسي. خو چې کله موږ عملیات شروع کو تقریبا په 15 کیلومتره لار داعش حضور نه پاک شولم. در این پژوهش در میابیم که همکاری های هوایی نیروهای امریکایی در مبارزه با داعش تنها به این نیروها محدود نبودند، بل با طالبان نیز نیروهای امریکایی در کار مبارزه با داعش کمک کردند. در داعش و طالبان و منس که چکم جگره شویده پده که تابا امریکایان و سر کمک ورسره کرده یو سناسو دکه چه دا خلق ضربه وینی ضربه ول دل زکه طالبان سره جوړه وشو او د خلک ضربه وینی او د ضربه هم دغه تاثیرات چې خلک ټول تسلیم شول کاملا نه تنها بهرنیانو بلکې موږ نظام دولت هم رسته کړی دی داعش په کولو کې دی داعش په ویلو کې نو دې خاطر چې د طالب په تناسب چون طالب دی و داخلي پدیده ده د ډیرو ګواښونو ګوڅنډنو حرکتونو نه وروسته به کینو. السلام علیکم. السلام علیکم. زبن مولوی صاحب دې بار دې عمل د بورشو
موټر کې درشه صحیح ده مال پکې ده وسات ټول د طالبانو خلاص کړل دلته او الحمدلله مزنار صحه ټول بخوا څنګه و دلته دایشانو دلته خو دایشانو صحه ټول او تاسو عملیات کوي وو انشاء الله دلته عملیات وکړو صحه ټول انشاء الله سولې برازي لخير انشاء الله سولې تم بس تاسو هم سولې ته منتظر یاست او له ځان څخه هم سړی سوي یاست که یا ژوندی اوسئ نه والله لار هلته دننه په ښار کې ډېره بنده و د کرونا له لحاظ څخه این مرد معاون والی نامنهاد طالبان برای ننگرهار است. دایشون دا صحیح رقم دیگه مکمل سفادی بیخی هیس وجود نلری دایش کما در توی لیزی دسی یو دی وحشت و دی ظلم نجور یو تنظیم و آقاو دو خواریدی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وقت نونست تر دی وقت پوری بار بار دا پیدا سوی دی و در ترطول نه زیاد وقت دی وقتی دی دوی وود سوش پاگو کلو تری دوی وجود ورسید یکی از علتهای مهم شکست داعش را در شرق حضور ده ها جنگجوی طالبان در خطهای جنگ در برابر داعش می داند. خوارج دوم را تشویش خلق دا چولی دوم را طاقت ورسر و چکل امارت اسلامی مشتانو پی امرو که دی جنگ چی جنگ دیو که نو دسی اللہ تعالی وشر مول دسی زلیل شو چی نمونه پی نمونه که ورک شو و انشاءالله ورک بی مشکل نست تشویش مکوی دا تشویش خوبی خیمه که چی بیا با افغانستان که داعش پیدا شی و که پیدا شی طول مجاهدین دیتا تیار دی چی پی یو غاد و پی یو دا غاملی خودی که گورا دارک شروع که خار که شروع نظام محمد کاسی صفا واری کد داغا دوازه ده این یک عملیات نمادین است که واحد ویژه طالبان که به نام قطعات سرخ شهرت دارند راه اندازی کردند. یو امریکایی او یو دایش یو قسم چلند باید ورسره وشي. موږ د دایشي او د امریکایي سره یو قسم چلند کړی ده. د امریکایي په څو چاند زیات چلند به د دایشيانو سره کړی ځکه امریکایانو دومره ظلم ونه کړو که د دایشيانو چې وکړو. سخت ظلمونه چې وو په دې سیمه کې ستاسو سیمه کې سخت ظلمونه خو دغه وه چې د مجاهد ښځه به یې ونیوه هغه به یې وینځه ګرده ځان سره به یې ساتله او د عوامو ښځه لکه عوام به داسې کو چې هغه دوی به د مرتد نوم پکې خلو چې دا مرتد دا ورانې دا کوټې ګوره ټولې ورانې ده ګوره دا کوټه ورانه ده دغه بله ورانه ده دغه موږ ورته اشپزخانه وایو تاسې ورته دغه ورانه شوې ده دغه کوټې ګوره ټولې ورانې ده بس دا باندې بس سوره څوک به غره غورځولي دی شان دي لسه خلک لاړو وتښتېده بس دا کوټې ټولې ورانې شوې دي تنها غم ویرانه شدن خانه اش را ندارد
نورعلی در این جنگ ها سه برادر و یک دخترش را نیز از دست داد. جګړه د لاسه ډیر زم ذکر زیر دغون کو نه ګور خره دی دا یو کور پکې نشته ټول څوک ور اوس بارونه غرځي ور څه کور نه پکې نشته کنه دا خوندې وجه ده چې دا جګړه شوی ده خلک او خلک نه راځي بس ځکه دی وجه بازار لطبند که اکنون به یک ویرانه مبدل شده در گذشته یکی از مهمترین و بزرگترین بازار قاچاق و مواد مخدر و همچنان جنگ افزارها در افغانستان بوده و حتی گفته میشه که بسیاری از گروه های هراس افغان به ویژه در شرق کشور از همی بازار که ظاهرا بسیار ساده به نظر میرسه تمویل و تجهیز می شوند. پس از شکست داعش در ننگرهار بیش از 800 جنگجوی این گروه تسلیم حکومت شدند و برخی از آنان راه کنر را در پیش گرفتند. چه تربیت من لرکاو من تمت سیویلو چه افغانستان حکومتم کرده پاکستان حکومتم اماراتم کرده نور داغه و چې خالی بغیر د خلافت نه یو نو سیغه هم نه کوي چې اوس تاسو ولې پاکستان کې جنگ نه کوي کوم دین هم ګیریدو که موږ باندې اوس ډایرکټ د جاسوس هغه کې ته جاسوسي نو دین هم سخت ګیریدو که نه دې باندې بس موږ بیخي غلي یو د فرضي کرښې نه اخواته چې هغه د اورکزایي ایجنسي ده درې مشران هلته دي او هلته خپله حصه لري. کارنامه های داعش شاخه خراسان تنها در شرق نه بل در مهمترین پایگاه اینان در شمال کشور در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان نیز وحشت آفرین بوده است. برای ایجاد پایگاه های مهم در شمال کشور داعش ولسوالی راهبردی درزاب را به هر گونه ای که بود میخواست در اداره داشته باشد و برای این کار هر گونه موانعی را از پیش رو برداشتند. یگانه پسر این مرد 80 ساله که معلم مکتب بود از نخستین کسانی بود که سوی داعش از پا در آورده شد. هم مکتب داشت، مکتب معلوم مکتب ها بود، هم خطاط بود، هم مولای بود صاحب. اینا صاحب از دست بخیلی و از دست کمی میدان از دست ما میگیره گفتن این مولای کشتن صاحب. انا ما همی 4 سال میشه که این سال این دامه حوالی هستم صاحب، کسی یک نام بتیه که میخورم. انا این سهرها حساب مرا خدا میدانه، دیگه کس نمیدانه که ما چی میخورم چی نمیخورم. بعد سر دو خواب آبانم، بعد سر که بیدار شدم یک بلا به جوش میخورم. انا تو گشنه و سینه خوابم 4 سال میشه و سایی میشه و سایی. همی چیزی بد گب بود همونه میگفتم در دایش ها. دو والیش هم گفتم، دو قماندانش هم گفتم، دو مولایش هم گفتم، همین گپای بد بد هم میگفتم. مردم میگفتم دیانه شده، میگفتم ما دیانه نشدم، ما جانسیر هستم. ما رو بانکی ها همین مامینا ما رو بکشو میگفتم، همین تو میگفتم. صاحبیتش هم نکش مرا صاحب. حضور داعش در افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق کشور یکی از نگرانی های مهم روسیه، چین و ایران نیز بوده است. رئیس استخبارات روسیه گفته است که صدها جنگجوی داعش در بخش‌های مرزی شمال افغانستان جابجا شدند. روسیه نگران است که احتمالاً با آمدن نیروهای افرادگرای آسیای میانه‌ای، قفقازی، چینی، چچنیایی و داغستانی و خود روسی آسیای میانه بی‌ثبات شود و بی‌ثباتی آسیای میانه به عنوان حیات خلوتی امنیتی روسیه مستقیماً روی امنیت ملی روسیه تأثیر دارد. نگرانی ایران است که یک نیروی یا جریانی سلفی افراطی متمایل با رقبای منطقه‌ای ایران به شمول عربستان سعودی بیاید در مرزهای ایران مستقر شود.
فرماندهان طالبان میگویند که پس از 28 روز عملیات، هنگامی که واپسین لانه های داعش را به دست آورده بودند، نیروهای دولتی اعضای داعش را از چنگ آنان نجات دادند. مجاهدین بخیر در یک نقطه اونا را بند گرفتند که هیچ چاره ای نیست که اونا تسلیم نشوا یا اسیر نشوند. لیکن ساعت 12 بجه شب بود که از طرف امنیت ملی یا از طرف دولت افغانستان تیارهای کشفی آمدن، تیارهای چرخبالها آمدن و اونا را تسلیم گرفتن. دمی ولسوالی قماندانی آوردن، حتی اونا را میمانی کردن، اونا را نوازش دادن. با تسلیم شدن 250 عضو داعش بر رهبری مفتی نعمت از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، دامن داعش شاخه خراسان از شمال کشور برچیده شد. اکنون این اعضای تسلیم شده داعش در بند امنیت ملی به سر می برند. خطر از این بود که بعد از این اگر ما در جنگ خود ادامه می دادیم، یعنی تعداد کثیر به تقریب یعنی کل افراد ما در کام طالب می رفت. بله، آنان با طالبان در ننگرهار و حتی در جوزجان منازعه دارند. اما این واقعیت وجود دارد که طالبان نیروی بیشتر و نیرومندتری دارند و اگر می‌خواستند می‌توانستند که داعش خراسان را یکسره نابود بسازند. اما این کار را نکردند. چرا؟ من فکر می‌کنم که طالبان از داشتن یک گروه تندرو که بتواند هدف‌های تندروانه طالبان را عملی بسازد سود می‌برند. اکنون اگر تهدید از سر و سامان گرفتن دوباره داعش در افغانستان مطرح باشد، شمال کشور یکی از گزینه‌های مهم دانسته می شود. ما تقریبا یک سال کمتر از یک سال در صف داعش بودیم. مسئولیت ما مسئول سقله بودیم. مسئول سلاح سقله بودیم. هدف داعش در افغانستان این بود که به غیر از خودشان هیچ کس دیگر مسلمان نمیدانست، در سر مردم بسیار ظلم میکرد، خانه ها را ویران میکرد. بعد از ما هم از اینا بعد ما آمد، تقریبا کمتر از یک سال در زندگی کردیم. بعد از او خط مسئولین امارت اسلامی تماس گرفتیم، باز در صف امارت اسلامی خط همدلای خود باز رفتیم. داش کوش میکنه سربازگیری بکنه یا دیگه چیز بکنه، انشالله در این منطقه قدر قابل تشخیص نیست، انشالله اثر اینا گم شده. شمال افغانستان به خصوص اینا میتوانند یک موقعیت مناسب برای سربازگیری و برای فعالیت برای جنگجویان دولت اسلامی ولایت خراسان باشد، به دلیل از این که اونا دنبال یک محل مناسب تری برای ادامه فعالیت می باشند. جنگجویان داعش که در حدود 3,000 تا 6,000 تن گفته شده بودند، اکنون اطلاعات پژوهشگران به حکومت افغانستان نشان می دهند که 800 تن از جنگجویان داعش به گونه پنهانی در شمال، مرکز، غرب و شرق کشور جابجا هستند. پس از آن که داعش شاخه خراسان در نتیجه حمله های مشترک نیروهای دولتی، نیروهای امریکایی و طالبان رو به شکستن نهاد، با پس این نیروهای جنگی این گروه از شرق کشور به بخش های دور افتاده کنر پناه بردن. اوست هم مقتصد معلومات است چه در کانی جلیدی نیتوارک در جای تراغلی و گفتلی پا غسیمه که چه تروس پوری در سپیکر کی گیاو تعداد بهرنی دایشان بالتا خوندی جایونه کی وی یو جوی تر دین اطلاعات ستا چې دوی شبکات للی ده او پاکستان استخبارات به دکار کی وی چې دوی وصل کی. اما داعش در کنر هم دوام نیاورد و آخرین پایگاهش که دره وایگل ولسوالی سوکه کنر بود، در اخیرهای ماه هود پارسال پس از حمله های هوایی نیروهای امریکایی به دست نیروهای دولتی و طالبان افتاد.
ایالات متحده امریکا به تازگی با طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند و قرار است که گفتگوهای میان افغانان هم آغاز شود. تلاش برای روند صلح هنگام امکان پذیر شد که طالبان به روند صلح تمایل نشان دادند و این گروه به قطع روابطشان با القاعده و گروه های رصف‌گن دیگر علاقه‌مندی نشان دادند. بعد از این بالای خانه های افغان ها بمبارد و چاپا و دیگه چیزا انشاءالله نخواد بود و انشاءالله زندگی مرفه و خوش برای مردم افغانستان خواهد آمد. ما به امید ازی هستیم. روز خوشی نه برای ما، برای همه ملت افغان است. یزمان است روز همه ما. اکنون پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا جنگ طالبان را داعش در افغانستان به گونه خشنتر ادامه خواهد داد؟ ترس ما از اول می بود که شاید جای طالب داعش بگیره، یعنی نام داعش بگیره. در حد در اصل فعلا همو داعشی که ما شما فکر میکنیم و نامش یاد میشه داعش نیست. در چتر زیرش که ببینید، در زیرش باز گروپی ازبکستانی است، گروپی اوغوری است، در ایشان گروپی پاکستانی است، لشکر طیبه است، حقانی است که اینا عملیات میکنه. یعنی یک چتر کلانه میگیرن ولد بیرون نامش داعش من به نام داعش شناخته می. نه 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 داعش یو تشویش ته دا خلکو په ذره کې اچول سی وی دی او دا چا روزلی دی هغه خلک دی ته و لمن وی چیرې دا خلک بیا د سیرو پاره ول سی دی خلکو تشویشونه پیدا کی من سل په سل کې اطمینان لرو کې خدای په پدل سره په ټول افغانستان کې داسې د خن پیدا نسی که مونږه اسلامي نظام ته ان شاء الله و دانګل ولته اسلامي نظام قائم سه نو مونږ به ان شاء الله تعالی که خدای کول دی دوی مخه په هر طریقه باندې نسو که په څه طریقه باندې مونږ به نسو که خدای. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش شمار جنگجویان داعش خراسان را در افغانستان 2200 تن گفته است. سازمان ملل متحد گفته است برخی از حمله هایی را که داعش مسئولیت آن را گرفته است با همکاری شبکه حقانی انجام شدند. در این گزارش سازمان ملل به ویژه به حمله های کابل اشاره شده است که داعش شاخه خراسان مسئولیت این حمله ها را گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد از حضور 6500 جنگجوی پاکستانی در افغانستان یاد شده است و گفته شده است که لشکر طیبه و جیش محمد که در واقع به دستور پاکستان کار میکنند مسئولیت قاچاق عراسفگنان، مشفردهی و آموزش انفجارها را در افغانستان دارند که زیر چتر طالبان فعالیت میکنند. به هم یک شهید دیدم. زن بود یا مرد؟ سیاسر از کودکان نوزاد و مادران در حال زایمان هم در تیررس حمله های این گروه بوده. حمله بر کارمندان رسانه‌ای و هدف قرار دادن مسجدها و عالمان دین هم از حمله های این گروه بوده است. که حتی در صورت امضای توافقنامه صلح با طالبان ادامه چنین حمله ها به افغانستان وحشتناک بوده می تواند. یک دفعه هم یک چیز صدا داد دیگه نمیفهم که چی شد چی نشد. میرواد شاه به خدا کنه سطحش رو از من کلی چیز رد زندگی رو تباه شده بوده. مولای ما رو میکشن، مادر ما رو میکشن، کودکستان ما رو میکشن تا بکی عالمی در بانه کشور مدیاز نیاز رنگی نیست بلی دارد مردم نگو. حملاتی که در شهر کابل صورت میگیره داعش نه ظرفیت زیر دارم، نه تکنیکی از این به این شکلش داره، نه امکاناتش داره و نه هم شبکه های سرویلنس داره در داخل شهر که نظارت کنه و هدف پیدا کنه. به این اساس این کار حقانی هست. حکومت که امداد خلق شده چی در روز پری دخل جیب پا پلاته که دی چپل جیب و دکی نو آقا خلق نگواری چه در طالب و در حکومت ترمند صلح راشی نو بیا ورا ولی ری
مثلا که دایش یو کار وکړي وای دا اقانی ورته ویل دي او که اقانی وکړي وای دا دایش ورته ویل دي و دا ځینې ځینې شان کوي چې هغه د دوی په ګټه وي. نو زه فکر کوم چې دا خبره به په وحشت باندې بنا نه وي او دا به داسې نه وي. هدف دایش اصلا خو که بر ما که چی گفته بودن بر ما میگفتن که ما شریعت میخواییم، ما میخواییم که ما شریعت قایم بکنیم. ای که در بالاها چی داره خو از بالاهایش خبر نداشتم که چی رقم یک هدف دارند در افغانستان یا جای دیگر. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که تلفات برخواسته از حمله‌های گروه داعش تا پایان سال 2019 میلادی به بیش از 5000 غیر نظامی می‌رسد. یک ترندی بسیار خطرناک ما می‌بینیم در حملاتی که در کابل رخ داد در دو ماه اخیر. ما دیدیم که حقانی و لشکر طیبه در مسط پایین در ادای پایین همکاری داشتند. اینمی حملات تارگیتشان منابعشان لشکر طیبه تهیه کردن، تسهیل و حمله را خود حقانی انجام دادن، باز و مسئولیتش را داعش پذیرفت. یعنی اینا به سطح پایین همکاری دارن، چیزی که اینجا میمانه امو رده بالایش هست یا چیزی رده سیاسی نشستن. رده سیاسیش مذاکره صلح میکنه و شامل پروسه سال میشه، شاید شامل قدرت شوان، هر چیزی که به او ترتیبی که میبینیم. ولی تا ما تضمین از پاکستان نداشته باشیم و این ردا با هم همکاری داشته باشن، جنگ در افغانستان دوام میکنه. نامش شاید فرق کنه. توافق صلح با طالبان برای پایان جنگ امیدواری های زیادی را به میان آورده است، اما فعالیت های داعش در کشور این نگرانی را نیز به میان آورده است که پس از سال با طالبان تهدید بزرگ دیگر نیز در برابر این کشور وجود دارد. Thank you.